امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن همراه میشیم. آقای شکری، تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت متوقف شدن خرید نفت توسط کره چیست از نظر شما؟ بله، می‌بینیم مشتریان آسیایی اگه ماه می سفارش بدن، ماه جوان یعنی یک ماه بعد محصولاتشون رو دریافت میکنن. کره جنوبی پیش از رسیدن نوامبر نشون داد که تصمیم جدی داره که واردات نفت خودش رو صفر برسونه. قبلا از آمریکا درخواست کرده بود که شامل معافیت بشه و به واردات نفت از ایران ادامه بده، که با مخالفت آمریکا مواجه شد و تصمیم گرفت که واردات خودش رو به صفر برسونه. در حال حاضر واردات نفت کره جنوبی از عربستان 26% افزایش پیدا کرده و واردات نفت کره جنوبی از مکزیک هم افزایش بسیار زیادی یافته که بتونه جایگزین نفت ایران در بازار کره جنوبی بشه. به نظر میرسه که کره جنوبی تونسته در کوتاه مدت آلترناتیوهایی برای نفت ایران پیدا بکنه و از اون طرف LNG آمریکا هستش که میتونه تا حدی به نبود نفت ایران در بازار کره جنوبی هم کمک بکنه. در حال حاضر مشکل عمده‌ای در بعد امنیت انرژی از بعد نفت در کره جنوبی مشاهده نمیشه. ایران هم میتونه جایگزین پیدا کنه. به هر حال کره جنوبی یکی از خریداران نفت ایران بوده و سهم بسزایی داشته. الان به نظر شما روسیه میتونه جای خالی رو پر کنه یا کشور دیگه‌ای؟ بله، همونطور که عرض کردم فعلا واردات کره جنوبی از عربستان 26% افزوده شده، همچنین مکزیک و همچنین روسیه در کنار نفت کرکوک عراق، چون خواص شیمیایی نفت اینها با نفت ایران مشابهه، میتونن هم در بازار کره جنوبی و هم در بازار بقیه کشورهای آسیایی تا حدی جایگزین نفت ایران بشن. درسته. این دست فشارها تا چه اندازه میتونه در حوزه نفت گسترش پیدا کنه؟ کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن میتونن آلترناتیوی برای نفت ایران پیدا کنن، ولی برای کشورهای مثل چین و یا هند که اقتصادشون وابسته خیلی وابسته به نفت وارداتی است، یافتن آلترناتیو برای نفت ایران در کوتاه مدت خیلی سخت است. این کشورها میتونن تا حدی واردات خودشون رو کاهش بدن، ولی احتمال اینکه واردات نفت هند و چین از ایران به صفر برسه در کوتاه مدت و میان مدت بسیار سخت به نظر میرسه. متشکرم از شما امید شکری، کارشناس نفت و انرژی که از واشنگتن با ما بودید. باشه.